اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین بار الخلایق اجمعین و صلوات و سلام علی خاتم النبین محمد اللهم صل و علی آل طیبین الطاهرین المعصوم المکرمین به نقل مشهور علمای پیرو مذهب اهل بیت ولادت با سعادت پیغمبر 17 ربیع الاول بود به نقل مشهور علمای شافی مذهب احناف و هنابله و حتی زیود زیدی مذهبای یمن ولادت با سعادت نبی مکرم اسلام دوازدهم ربیع اول بود در آغاز انقلاب به پیشنهاد بعضی از علما به حضرت امام خمینی فاصله بین دوازدهم ربیع و هفدهم ربیع را هفته وحدت نامگذاری کردند. هفته ای که شیعیان پیروان اهل بید و مسلمان های حنفی مذهب شافی مذهب همبلی مذهب اینا بتونن با همدیگر مجالست کنن مسلمان های ایران و مسلمان های پاکستان افغانستان ترکیه با همدیگر همدلی نشون بدن و بتونن بیشتر با هم برای نجات اسلام و نجات امت اسلامی همفکری کنن این هفته وحدته معنای وحدت نه این بود که پیروان اهل بیت دست از مذهب اهل بیت بردارن اینا همبلی بشن یا شافعی بشن یا مالکی بشن یا پیروان مذهب ابو حنیفه پیروان مالک مالک یا پیروان احمد حنبل و یا پیروان محمد ابن ادریس شافعی اینا دست از مذهب خودشون بردارن و بیان اینا شیعه بشن این نیست ما هیچگاه تلاش نکردیم شافی های کردستان را شیعه کنیم یا شا... هم های عربستان را شیعه کنیم یا بیان احلاف خاف و بلوچستان یا ترکمن صحرا را ما اینا رو بگیم دست از مذهب نعمان ابن ثابت را بردارین و پیرو مذهب حنفی نباشین نه هر کس مذهبه مذهب هر کس برای خودش محترمه ما حرفمون اینه که ماها بیایم به مقدسات هم دیگر احترام بذاریم یعنی پیروان ابو حنیفه و شافعی حرمت پیروان اهل بیت داشته باشند به ما حافظین نگن ما را کافر خطاب نکنن مثل وهابی ها ما را خبیس نخوانن ما را به پیروان علی ابن ابی طالب به پیروان حسین ابن علی کافر نخوانن اینها را رافزی نخوانن ما را مشتک نخوانن و ما هم به بزرگان و اونها احترام کنیم ما هم به امه اونها احترام کنیم توهین نکنیم و حرمت و اونها را نگه داریم برادر باشیم خب این یک نکته نکته دوم که ماها بیایم برای رشد جهان اسلام کمک کنیم علمای حنفی مذهب علمای شافی مذهب علمای پیروان علی ابن ابی طالب بیان هم نشینی کنیم در حل مشکلات قرآن در فهم قرآن و بیم علمای مذهب اسلامی برای نجات امت اسلامی کار کنیم در عرصه های مختلف پزشکای پاکستان به پزشکای ایران کمک کنند، مهندسای ترکیه به مهندسای پاکستان کمک کنند. یک مطلب بعد بازار مشترک اسلامی درست کنیم و عوضی که ما چش به اروپا داشته باشیم چش به ترکیه مرتب التماس میکنه که جزو اتحادیه اروپا بود و مسخره میکنن اروپا را و اعتنا نمیکنن نه ما بیم بازار مشترک اسلامی درست کنیم ما اگر کالایی داریم به پاکستان صادر کنیم پاکستان به ما همینطوری که الان برین صادر میکنه از ایران جنس بخره نفت ببره گاز ببره ما به اندونزی جنس صادر کنیم جنس از اندونزی بخریم از مالزی از ترکیه از پاکستان بازار مشترک اسلامی درست کنیم بین ما و اونها و بتونیم رونق به جهان اسلام بدیم اگر حوادثی رخ بده به هم کمک کنیم و سلام علیکم و رحمت الله و برکات